شکریه بارکزای وزو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستن. خوش آمدین خانم بارکزای به محور. تشکر. زنده باشه. بیش از 2 میلیارد دلار تا هنوز هندوستان به افغانستان کمک کرده. پنجمین کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان است. پس از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ژاپن و همین گونه آلمان. اما این کشور چگونه توانسته دل افغان ها را به دست بیاره و امروز با توجه به استقبالی که در شبکه های اجتماعی و همین گونه در شورای ملی از نریندرا مودی نخست وزیر هند صورت گرفت، چگونه این کشور موفق شد دل افغان ها را به دست بیاره، مورد استقبال قرار بگیره و به یک نحو روابط از گذشته ها کرده هم بیشتر شود؟ تشکر. اولا اجازه بدین بر مردم افغانستان تبریک بگویم. خانه را که واقعا هر افغان از هر کنج افغانستان خود متعلق به او خانه بدانه، خانه دموکراسی یا لانه که دموکراسی، مردم سالاری، حاکمیت قانون، قانونمند شدن و اصلاحات از او خانه باید نشأت بگیره و امیدوار هستم ملت ما پاسبان خوب با نماینده های خوب در این خانه داشته باشن آنچه که شایستهشان است. و در عین حال اجازه بدین که بر مردم افغانستان پیروزی های اخیر که افغانستان داشته، چه در سطح فوتبال ورزش، چه در سطح کرکت، چه در سطح سیاست، مخصوصا سیاست منطقوی، مبارک باد بگوییم و همچنان تأثیر خود از عملکرد دشمن ناجوان افغانستان که هنوز هم در سنگرهای مختلف مردم افغانستان می جنگن و نیروهای امنیتی ما در سنگر هستند، ابراز امیدواری به پیروزی از اونا کنم که ما معلوم دار بخیر انشاءالله تعالی پیروز میشه، چون این جنگ حق و باطل است و حق انشاءالله برنده است، سربازای دلیر افغانستان برنده می باشه و دشمن ما روی سیاه می مانه. با می که گفتم دشمن ما روی سیاه می مانه، پس خط دوست ما واضح هست. وقتی که ملت ها یکی به دیگه خود تعلق دارن، وقتی که ملت ها یکی به دیگه خود بسیار نزدیک احساس می کنن، در اینجا بس دشمنی نیست. هندوستان در هیچ مقطعی از تاریخ معاصر افغانستان بر علی افغانستان کدام برنامه و پلان نداشته. هندوستان همیشه به عنوان یک کشوری که به طور طبیعی و واضح دوست افغانستان بوده شناسایی شده و تشخیص شده. امروز وقتی که مردم افغانستان کمک های هندوستان به چشم سر میبینن و لمس میکنن، واقعا درک میکنن که این کمک ها نوع فوق‌العاده دوستی و یا مو زبان گویای دوستی ملت و دولت هندوستان بر ملت و دولت افغانستان است. انتحاری روان نمیکنه، کسی را به ضد ما تحریک نمیکنه، سیاست داخلی ما را زیر سوال نمیبره، مداخله در امور داخلی ما نمیکنن. آنچه را که بر ما اینا تقدیم میکنن به اصطلاح دل باز و قلب باز و دروازه های بازشان است. اگر مریض هست هندوستان میره، اگر بر خاطر تعلیم هست نیروی جوان بشری ما به طرف هندوستان میره، اگر افغانستان ضرورت داره به خاطر ساختن و بازسازی افغانستان، هندوستان هست که پروژه های خودشان میان عملی میکنن. ما میبینیم که انجینیرش هست، دکترش هست، معلمش هست، در سکتور خصوصی، در بخش بانکداری، محاسبه، حسابداری، مارکتینگ، اگر شما برین اتباع زیاد را از هندوستان میبینین و این پیوند یک پیوند تاریخی ناگسستنی هست. اما فکر نمیکنین که سیاستمدار فکرم نکنه که میتونه بر هم بزنه. حالا بین شیرینی دوستی به مزاج برخی از کشورها خوش نمیخوره، به گونه مثال پاکستان زیاد علاقمند نیست که هندوستان در افغانستان نفوذ داشته باشه و یکی از دلایلی که جنگ نیابتی در افغانستان رو اندازه شده، دلیلش نفوذ بیشتر هندی ها در افغانستان هست که در بخش های مختلف با افغان ها کار میکنه، افغانستان رو همکاری میکنه. من تعجب میکنم وقتی که بحث نفوذ بیشتر هندوستان مطرح میشه، من واقعا تعجب میکنم. در کجا شما میبینین که ما بگیم که والا دستگاه از هندوستان یا یک گروپ خاص در اینی دستگاه دولتی یا غیر دولتی رخ نکرده؟ برعکس، تشویشی را که همسایه های ما دارن، این به عنوان یک بهانه بیشتر کار گرفته میشه. چرا افغانستان به عنوان یک دولت مستقل خودش نتونه دوست و دشمن خود انتخاب کنه؟ اما فراموش نکنین امروز ملت افغانستان در انتخاب دوست و دشمن شریک است و این ملت افغانستان بود و شما دیدین که نماینده های ملت
به بهترین شیوه که میتونستن با کف زدن ها با بپا ایستادن شدن ها از دولت و ملت هندوستان قدردانی کردن. و در عین حال شما سخنرانی نرندرا مودی صدر اعظم هندوستان هم دیدین که آنچه که از دل برخیزد بر دل نشیند، یعنی واقعا سخنایی که هر افغان تشنه شنیدنش بود با عنوان یک دوست. در یک بخش از این سخن شما گپ از خدای نخواسته منافع خاص را دیدین. نخیر، هندوستان یگانه کشور است که میخواهد در سطح منطقه به مدار و محور مشترک منافع مشترک منطقه بچرخه، و مخصوصا وقتی بحث دوستی میآید بین افغانستان و هندوستان، ای که پاکستان دیدش نداره، ای که او با تمام همسایه های خود مشکل داره، من جمله هندوستان، من جمله افغانستان، من جمله بنگلادش، این مشکل خود پاکستان هست که باید حل کنه. اما پاکستانی ها باید بفهمند که افغان ها و افغانستان امروز افغانستان سالهای گذشته نیست. حتی در سالهایی که نزدیکترین حاکمیت ها در افغانستان حاکم بود و بیشتر به پاکستان نزدیک بودن، رهبرهای که از پاکستان به افغانستان آورده شد، حتی اونا نتانستن کمی تعلقات خود با هندوستان به اساس سلیقه پاکستان بسازه. حال خود این است که پاکستان بخواهی از افغانستان که به دول از اونا برقصه. نرندرا مودی نخست وزیر هندوستان بعد از سفر به افغانستان به پاکستان رفتند. بله. در شهر لاهور با نواز شریف نخست وزیر بین کشور دیدار کردند و سالگرد تولدشان را هم تبریکی گفتند. همان گونه که نخستین سفر نرندرا مودی به افغانستان بود، همین گونه به پاکستان بود. خواست باقای مودی از پاکستان در سخنرانی که امروز داشت از پاکستان این بود که به عنوان یک پل عمل بکنه، نه به عنوان یک مانع. فکر میکنین که بعد از این سیاست ها در منطقه به ویژه با در میان افغانستان، پاکستان و هندوستان چگونه به پیش برده خواهد شد؟ آیا واقعا فکر میکنین که یک چرخش در رویکرد پاکستان نسبت به افغانستان از این پس خواهد آمد با توجه به فشارهایی که در حال حاضر به یک نحو بالای پاکستان وارد میشه و نزدیکی زیاده که هندی ها با افغان ها داره و حلقه را برای پاکستان کمتر می سازه؟ فکر می کنین که پاکستان بخواهد یک چرخش در روی کردش بره، یا که همچنان بر سیاست های گذشتهش تاکید خواهد کرد؟ در شرایطی که افغانستان پاکستان قرار داد، در حقیقت ما میتونم بگیم که یکی از دستاوردهای سیاست خارجی در نظام کنونی است، در پالوی تمام خلاهایی که نظام و دولت ما داره، یکی از دستاوردهایش همی بود که بالاخره پاکستان وادار به این ساخت و بر پاکستان عملا نشان داد که ما جز شما و بدون شما هم انتخاب دیگه داریم، دوستای دیگه میتونیم داشته باشیم. و این معلومدار به الفاظ بسیار واضح چی در حضور رسانه ها و چی هم در ملاقات های دو جانبه بیان شده. آنچه که پاکستان مجبور به تغییر عمل کرد میسازه چند مورد است. اول، آوازه وضع تحریم های اقتصادی بر پاکستان، مخصوصا کم شدن کمک های نظامی، به دلیل از اینکه امروز دنیا فهمیده که پاکستان با عنوان محور اصلی شورشی و تروریسم در این منطقه است. خب این میتونه ساحه را تنگتر بسازه، مخصوصا از لحاظ منافع اقتصادیش. وقتی که بحث از ترانزیت میشه و مخصوصا انرژی که پاکستان ضرورت داره، در این وقت است که پاکستان فکر میکنه که انتخاب داره. آیا اینا میخواین که مردمشان به آب و به برق و به گاز بانه، و یا ای که افغانستان آرام بسازن؟ اگر اینا به او صدای صدها میلیون پاکستانی که به این ضروریات اولیه زندگی ضرورت داره، پس اینا مجبور هستن که افغانستان با 30 میلیونش دیگه مداخله نکنن. یعنی بر پاکستان دیگه آپشن های مداخله کمتر شده. سوم، آنچه که پاکستان بیشتر زمین گیر کرد، چند دستگی بین نیروهایی که پاکستان از گذشته طولانی رویش سرمایه گذاری کرد، چی نیروها در داخل افغانستان و چه در بیرون از افغانستان است. این باعث میشه که پاکستان خود به شکل از اشکال در انزوا ببینه. اما در عین حال وظیفه دولت افغانستان ختم نشده، وظیفه دوست ما هندوستان هم به پایان نرسیده. این باید یک صدای مشترک از طرف هندوستان و افغانستان باشه که دیگه پاکستان باعث مانع نه، بلکه ممد پروسه تقویه ترانزیت، تجارت و امنیت در منطقه باشه. با این حال تابستان پیشرو یک نگرانی شده با مردم افغانستان. فکر میکنین که حالا چگونه یک فرصت است برای حکومت افغانستان با توجه به رابطه ای که در حال حاضر با پاکستان گرم شده از جانب افغانستان و همین گونه هندوستان، چگونه مدیریت بکنه همین روابط را تا اینکه در تابستان هیچ نگرانی مردم افغانستان از روابط سرد با پاکستان و یا تمویل هراس افغانی نداشته باشند؟
اجازه بدین اگر رابطه ما گرمان بود پاکستان به این رابطه ارزش نگذاشت و هر تابستان و هر زمستان ما زمستان خونین و تابستان خونین بوده. ولی اگر رابطه هم سرد میشه من فکر نکنم که بسیار تاثیر بسزایی در کم شدن جنگ ها داشته باشه. حالا راحیل شریف رئیس ارتش قرار است به کابل بیا پس فردا قرار گزارش ها. بله. فکر میکنین که با خود چی پیام میاره؟ من فکر میکنم که پاکستان مجبور شده که از دید دیگه با افغانستان وارد تعامل شود. این دید بسیار واضح هست. اگر پاکستان میخواهد که دوباره به سیاست ناکام قبلی خود ادامه بده که دیگه نمیتونه، من فکر میکنم پس در صورت افغانستان باید پالیسی جدید را اختیار کنه. اما در این حال با اگر بسیار به یک دید خوشبینی برتان بگویم 18 ماه بعد و یا هم اگر بدبینانه بگویم 2 سال بعد از امروز انشالله تعالی افغانستان خواهد بود که پاکستانی ها حواسش بخورن. افغانستان خواهد بود که دیگر مردمش حراس از جنگ نداشته باشه، چون نقشه ای که فعلا در این منطقه زیر فوکس گرفته شده و نحوه مبارزه ای که شروع شده و مراتب متفاوتر است نسبت به گذشته. جنگ هزینه بلند میخواید و کشورها دیگر هزینه برای تمویل جنگ ندارن. تروریسم جهانی شده و افغانستان دیگر قربانی تروریسم نمیشه. تشکر میکنیم شما. شکریه بارگزای عضو مجلس نمایندگان. تشکر.